شیرین روز عروسی. عدالت یعنی این که شهاب بیفته زندان. به اون جرم نشد، به یه جرم دیگه. میخوای حرف بزنی یا نه؟ فرشته رو شکنجه میکردی؟ اینا رو ببر به بابات نشون بده بفهم من دارم راست میگم. اگه این فیلمو نشونه بابام بدم که بدبخت میخوشتت. چه فکری کردی دختر مردمو زدی ازش فیلم گرفتی؟ مرجان با تو هم یه غذا بردار به بند و سراغ سیادش. برم کارخونه؟ تو میتونی دو ساعت اینجا بشینی؟ شما رو به لحاظ خدا نمیشته نکن. چیشون؟ من یادشو بشن بدم. الان اونو نبین که افتادیم توی زباله دونیم. بس خودمون برو بیایی داشتیم. ولی چه کنیم دیگه روزه خدا ببخشا فرشترم، ولی مرا دبت در دست داری تو. آقا داوود مرا تهدید نکن، مگه میخواستم شکایت کنم که میکرد؟ نکنه داوود شوهر خواهر فرشته رو میگی؟ بله، مشکلات خانوادگی تو مانع پیشرفت سوهیل میشه. من تمام شرایط آقا به تو توضیح دادم. الانم واقعا حقم نبود که مادرت بخواد این حرفا رو بزنه. من بدون ترانه نمیتونم زندگی کنم. آخه چی باید بشه که شما باور کنید ما هم دیگر دوست داریم؟ مادرم شام دعوتتون کرده خونه. یعنی واقعا توقع داری که بیام؟ خانم ناصری و آقای ناصری، پدر مادر ترانه جون، نامزد سهیل. آقای دکتر شفیعی، استاد فلسفه و ناشر، خانم دکتر سارنگ، دکتر شهریاری، فیلسوف و امین علیزاده، خواهرزاده من. جناب ناصری، شما به چه کاری مشغول هستید؟ شغل اصلیم، تخصصم جوشکاری. آقای ناصری یه مدت زندان بودن. چی میگی ماما؟ مادر تو باید با این نیت ما رو دعوت کنه؟ جلی تمام فامیل آشنا داره ما رو سکه یه پول میکنه. فقط یک درصد میدونستم میخواین همچین کاری با اینا بکنید. نه اینقدر خوار و خفیفشون کنید. امکان نداشتم ازش. اگر این دختر خانوادش رو انتخاب کردی پای همه چیزش بریز. خودشون اومدن. سلام. سلام. اینا رو زودتر فکس کنید. اینجا چه کار میکنی؟ چند دقیقه وقت داریم. آره حتما، بیا تو اتاقم. بفهم چه خبر امین این طرف ها؟ کارتای عروسیمون رو برد آوردم. بفهم مبارک بشه. این برای خودتونه، اینم برای خانواده ترنه خانم اینا. اونام دعوت ها؟ بله. بابا خجالت دادید. راستی سوهی، خیلی به تبریک میگم. اون شب خیلی خوشم اومد. ترنه خانم خیلی گرم و خوش روه. آره واقعا همینطوره. واقعا همینطوره. واسه همین رفتی سمتش نه؟ دقیقا. وگرنه خانواده ها که خیلی با هم متفاوتن. البته خالم خیلی خوب باد کنار اومد. خدایش آدم روشنیه. مامان منو که میشناسی امکان نداشت قبول کنه. پدر مادرم دیگه کارش نمیشه کرد. راستی بابام برای پدر ترنه خانم کار پیدا کرده. اون شب میگفت دنبال کار میگرده. یه وقت فکر نکنه رفتیم و بیخیالش شدیم. چه خوب. حالا چه کاری هست؟ نگهبان شب؟ ترانه صدا میاد؟ خیلی ممنون. بهشون بگو نیازی نیست انقدر زحمت بکشن. یعنی بهشون نمیگی؟ چه الان جلی پسر خالتی بحثو ادامه ندی؟ بعدم مگه نگفتم موقعی که سی میخونه سعی نزن؟ باشه بهم خبر بده. خب دیگه چه خبر؟ نه بابا، اسفند دود کنیم. نموردیم و دیدیم آقا شهاب دست به آچار شدن. شد یه دفعه ما یه کاری بکنیم گیر ندی بهمون؟ شد شما یه لامپ توی این خونه عوض کنیم. من نباید تعجب کنم. پسرت یه عمر مرد این خونه است، ولی شما نمیخوان قبول کنیم. بله، دیشب داشتم فیلم میدیدم دیویدی گیر کرد تو دستگاه. مشغول باش، خداحافظ. من بهتون گفته بودم این کارا بیفایده است. یعنی هیچی نگفت؟ سویل خیلی مصممه. بدون خجالت شما این سب کارا رو از من گرفت. حتی جلو خودم به ترانه خانم زنگ زد گفت. یه ذره هم معذب نشد. خواهجون ببخشید من اینو میگم ولی با این کارا فقط دارین خودتون رو کوچیک میکنین.
چه دیر کردی؟ درو بزن بیام دستشویی بعد بریم. آرمان بجام دیگه. بیا دیگه. چرا همچی میکنی؟ تو هم با این ایده های دریوری. چرا؟ برکن دستو، برکن دستو. برش این همه مدت فیلمو نگرداشتیم، نمیگه اگه یکی ببینه چی میشه؟ فعلا فقط یه نفر دیده، دست کسی هم نیفتاده. نگرداشته بودم واسه همچین روزی که بری باش مهندس راضی کنی. چی رو راضی کنم؟ مرجان راست میگه دیگه، اگه کسی فیلمو دیده بود کمه میفهمیدم تو کار موادی. من خرو بگو که به حرف تو گوش میدم. حالا فیلمو کجا گذاشتی؟ بده به خودم. نه بابا، فیلمو بدم به تو که تا آخر عمرت از من مدرک داشته باشی. آره قیافم شبیه احمقاست. من ساده رو بگو عقلمو دادم دست تو. چرا ننداختیش دور؟ گذاشتم سر فرصت یه بار دیگه ببینم فرشته ردی کدی چیزی گذاشته بتونیم اون چمدون کوفتی رو پیدا کنیم یا نه. میذاشتیش یه جای هم تو نمیخواد نگران باشی، یه جا گذاشتم عقل جنم بهش نمیرسه. باید باش وایس. خفه شو از کجا آوردیمش؟ از کجا آوردی مهم نیست، چیو داره نشون میده مهمه. اینو نشون میده که شما دوتا مرتب به حریم قانونی دیگران دارین تجاوز میکنین. حالا اونا اگه شانس بیارین نفهمن ندونن دنبالتون نیفتن بلای سرتون نیارن، من دست به کار میشم شماها رو به جرم نقض و اختلال بر نظم و قانون و نقض حریم شهروندی بازداشت میکنم. واقعا که بشین، این از جای دیگه ناراحته. اگر یک بار دیگه همچین جمله‌ای بگی میتونم به خاطر رعایت نکردن شؤون جلسه رسمی 48 ساعت بازداشتت کنم. بعید نیست، از نحوه مواجهتون با پرونده هیچی بعید نیست. کجا میرید؟ سمت بود. بازداشتگاه کدوم سمته؟ شما به دل نگیرید، بفرمایید بشینید. 48 ساعت میرم بازداشتگاه، شاید بعدم به حرفم گوش کنن. جناب پاسپورت ببخشیدا، زندگی برادر من تو خطر، شما از نقض حریم دیگرون صحبت میکنین؟ این فیلم نشون میده همونقدر که پیمان انگیزه برای کشتن فرشته داشته، شهابم داشته. شما پیمانو به خاطر شکستن شیشه ماشین عروس فرشته متهم ردیف اول دونستین، بعد شهاب تو این فیلم داره فرشته رو به حد مرگ میزنه. آرمان. بله؟ آرمان فرشته رو زده. چه فرقی میکنه آرمان یا شهاب؟ مهم اینه که کسی دیگه یه هم بجز برادر من انگیزه ای قتل داشته. من نمیدونم فرشته چی ازشون دزدیده، ولی به خاطر همین چیزی که دزدیده شهاب رو مجبور کرده باهاش ازدواج بکنه. بعد که فهمیدن زدن دخلش رو آوردن. این اصلا چیز پیچیده ای نیست. بابا جون به چه زبونی به شما دوتا حالی بکنم؟ برای انجام قتل ممکنه یک عده آدم انگیزه به وجود بیارن قاتل هدایت بکنن، در نهایت برای انجام قتل یک نفر شناخته میشه و مجازات میشه. برای لحظه قتل همه شواهد علیه پیمانه. سرکار خانم پاتون درد میگیره، لطفا بشینید. من هر وقت که دلم بخواد میشینم. پس وایسا. همه میدونن که این دوتا روباه و گربه نرن، دستشون هم توی کاسه است. منم میدونم شما کمتر باید کارتون نگاه کنین، این برای تمرکز روی وکالت هم خیلی خیلی مهمه. این فیلم نشون میده اون فلش و پیغام تهدید فرشته خیلی مسئله جدی بوده، ولی شما هیچ اهمیتی بهش ندادی. همه چی حتی قتل فرشته برمیگره به اون کیف، همون کیفی که باعث شد شهاب تا اینجا بکنن تو خاک، فرشته هم اینجوری کتک بزنن. کیف کدومه؟ چمدون چیه؟ روباه مکار کیه؟ گربه نره کیه؟ تو که نمیتونی با لج و لجبازی زندگی رو جلو ببری. یه روزی یه موقعی خانواده اونا در حق خواهرزاده تو یه کار بدی کردن، حالا تو هم یه فیلم دستت گرفتی همه جا جار داری میذاری که ببینین فلانی فلانی رو کشته. وکیلی؟ یعنی تو نمیدونی که فیلم ارزش حقوقی نداره؟ ببخشید، اماره که محسوب میشه. بله، ولی تو میخوای چیکار کنی؟ من میخوام ببینم که با این فیلم میخوای کاری بکنی یا نه. من تا موقعی ندونم فیلمو از کجا آوردی
هیچ چیزی رو نمیتونم تایید کنم. پس نمیخوای کاری بکنی؟ من میتونم تعدادشو بشمرم که من نزدیک شدم، خواستم این معما رو حل کنم، شما هیچ کاری نخواستی بکنی. مگه نزدیک شدن مهمه؟ نتیجه مهمه. هزار تا مثل این پرونده رو باش روبرو بودم. اصلا قرار نیست نتیجه به اون چیزی که تو فکر میکنی برسه. ممکنه به یه چیزی برسه که اصلا فکرشو نمیکردی. در انتها، تا وقتی من ندونم از کجا اومده، چی میخوای، چی کار میخوای بکنی، تکلیف من با تو یکی حل نشه، از جام بلند نمیشم. بله خب، واقعا برای شما مشکل عجاتون بلند شین. البته قابل درکه. پاشو خانم ناصری، پاشو بدیم. هنوز که چیزی نشده. تا صبحم اینجا وایسی هیچ اتفاقی نمیفته. ما رو دیوار اشتباهی یادگاری نوشتیم. خب یه دقیقه وایسا. بهش میگم بیا دیگه، بیا. خانم زهرا یه دقیقه وایسا. من مردم و زنده شدم این فیلمو پیدا کردم. بعد تو همینجوری راحت میذاری میری؟ این الان شال و کلاه کرده بره دنبال شهاب و آرمان. بیاد ببینه ما اینجاییم، برمیگرده ما بریم، اینم رفته. خانم ساره جواب منو بده. چرا حرف میزنی؟ بیا بریم دیگه. خب من نباید بدونم چی الان بریم با تو سیمیدن، فقط بریم. ای شهاب این دوباره رفت که. کی؟ ناجیه. الان؟ آره. اگه بهش نگفتی بیرون نره. داداش دیگه کلاه من و تو این کارخونه پشم نداره. کجا؟ فقط میخوای روی منو کم کنی؟ آره؟ چی میگی تو؟ واسه چی گذاشتی کارگره بره؟ مگه آرمان بهش نگفته بود امروز نمیتونه بره مرخصی؟ آرمان اینجا چی کار است؟ حرف آرمان تو این کارخونه حرف منه. هارتو پورت نکن. خب؟ اینقدر من نکن. یارو بچهش مریضه نذارم بره؟ واسه همینه میگم تو باغ نیستی. اینا هر روز یه بهونه میارن، یه روز بچهشون مریضه، یه روز باباشون مریضه، یه روز سقف خونهشون آب میده، یه روز صابخونه داره بیرونشون میکنه. طرف در اتاق منو میزنه، میفهمم میخواد چه بهونه ای بیاره. اینجا هرکی که نیست حساب کتاب داره. حساب کتابش غلطه بچه. حقوقشونو نداری بدی، جونشون هم باید بگیری. بذم فرمایید ما بریم. بله بفرمایید. میگم آقا به جون خودم اگه یه کاری بکنیم که به جای پیمانی شاه ها به عنوان قاتل فرشته مجازات بشه، این خانم وکیل از همون دادگاه برمیگرده خونت. پس به جون بریم. کجا؟ بریم سراغ روباه مکار و گربه نره. پینوکیو چی میشه؟ پینوکیو میشه همون کسی که فکر میکنه تو خیلی بامزه و شوخی، دماغش میشه دامت. آقا آرمان شما باید هم برای ما بیایید. چیه؟ معلوم میشوید، معلوم میشه. آقا دست من است بزنید ببرید. خبر حداقل بگوشه، خبر بعدم دستم بزنید. اتفاقا شما هم باید ما بیایید. من میگه برای چی؟ آقا برای کجا میبرید؟ بفرمید. دست دارم بفرمید. آقا بفرمید. بفرمید. صحبت نکن. چه خبر اینجا؟ قربان یهو پریدم به هم. خوش افتاد گرفتن رو در بده زدی. خوش نت شده. خب
یعنی میخوای بگی که خبر نداشتی آرمان فرشته رو زده؟ بله واقعا اینجوری؟ اگه یکی زن تو اینجوری جلوت کتک میزد خفش نمیکردی نمیکشتیش؟ به من گفت گوشمالیش دادم، من فکر کردم ترسوندتش، یه چک بهش زده نهایتا. اگه میدونستم همچین غلط اضافه کرده که تیکه تیکش میکردم. نمیدونم چرا خود فرشته چی به من نگفت. پس اصلا احتمال نمیدادی که ممکنه رفیقت گرچی بلای سر اون بیاره؟ ای بابا آرمان دیگه فهم و شعور نداره که، فکر کنم به سود و ضرر کارخونه فکر میکرده، به پول اون کارگرای بدبختی که پولشون فرشته برداشته بوده. آقا ببینین این حرف گفتن نداره، ولی فرشته مواد میکشید، من هم میخواستم ترکش بدم، تو همین خرد و خری ترکش دادن دعوامون شد، رفت چه کارو برداشت. من و فرشته عاشق هم دیگه بودیم، ولی خب میدونین که تو عشق عاشقی از این بچه بازی ها پیش میاد دیگه. بعد یه مدت شروع کرد تهدید کردن که اگه با من ازدواج نکنی چه کارو بهت نمیدم. من نمیخواستم باش ازدواج نکنم، ولی همش توهم داشت، توهمی میشد. من معذرت میخوام آقای رستگار، ولی خب بابا حداقل به من بگی من جرمم چیه، متهم به چیم؟ یعنی شما فکر کنی من قاتلم؟ خب شما که قاتل رو گرفتین، فیلماش هست، مدارکش موجوده، خب بس من الان اینجا دارم جواب چی رو پس میدم؟ جواب این که چرا از تو کارخونم پول برداشتم من نفهمیدم؟ بله زندگی ما یه ذره با شما آدم خوب فرق داره، ما میتونیم عاشق آدمایی بشیم که اذیتمون کنن. آقا جوونیه دیگه، عشق و عاشقی بازی و این حرفاه. بله عذر میخوام، متوجه نشدم چی داشتیم میگفتی؟ دوباره بگو. همه رو بگو دوباره. خوب گوش تو واکن، خانواده مقتول میتونن ازت شکایت کنن و درخواست دیه بدن. پس این همه چک و پولی که از کارخونه برداشته چی؟ حرفو چی میزنی بچه؟ تو برای ثابت کردن حرفای خودت هیچ سند و مدرکی نداری، اما یه فیلمی هست که نشون میده تو اونو زدی. الان که مهمون مایی فعلا باز داشتی. مگه کشکی؟ آخه واسه چی؟ درست صحبت کن، اونو دیگه قاضی تشخیص میده، باید برات قرار صادر کنه، بعدش میتونی بگی برات سند بیارم. یه زنگ به ترانه بزن، ممکنه پیش هم باشن، حتی ازش خبر داره. بیا خودت به زنگ بزن. پس بی خودی ادای آدمای نگران رو در نیار دیگه خانوم. یه زنگ به همکاراش بزن. زنگ بزنم چی بگم؟ بگم سهیل جواب تلفن‌های ما رو نمیده؟ دلم شور میزنه. این شوری که تو دلت افتاده عذاب وجدانه، نه نگرانی. عذاب وجدان برای چی؟ برای اینکه دلنگران آینده پسرم من باید عذاب وجدان داشته باشم؟ عذاب وجدان تو باید داشته باشی که اینقدر بیخیالی. من بیخیالم؟ بله آقا جنابالی، یه کلوم پشتم ما نرسیدی بگی سهیل حق با مادرته. آها پس ناراحتید اینه. یه چیزی بذار بیرو دروسی بهت بگم، حرفات اصلا بوی دلسوزی نمیده. تو چرا اینقدر با این دختر بد شدی؟ این راهشه؟ خب هر کی باشه بهش بر میخوره دیگه. با من قرف نزن. پس حواستو جمع کن، اگه مخالفی، اگه دلت نمیخواد پسرت با ترانه ازدواج کنه، این راهش نیست که بری سراغ دختر مردم یا به خانوادش بی احترامی کنی. اول با پسرت حرف بزن. اون سلام. سلام باش تندی نکنی ها. کجا بودی؟ بیرون. نمیگه نگران میشیم وقتی که موبایلتو جواب نمیدی؟ ببین سهیل جان،
میدونم منو مقصر میدونی، ولی برای یه بارم شده. فکر کن ببین من این کارا رو برای چی میکنم. درسته من نگرانتم، نگران خیلی چیزا، نگران این که عمل قتل، عمل جنایت میتونه ژنتیکی باشه. اگه خدایی نکرده در آینده این ژن به بچه تو ترانه برسه، اون وقت چی؟ من نگران آینده تو، نگران فرصتهای درخشانی هم که همین الان داری از دست میدی. بیشتر از همه نگران خود ترانه. اما خواهش میکنم، الان وقت خوبی برای این شوخی ها نیست. شوخی نمی کنم سهیل جان، تو منو میشناسی، لجباز یا سنگدل نیستم. این خیانت به اون دختره هیچ کی به اندازه من درکش نمی کنه. تو همه سالای زندگیتون بار احساس گناه لهش میکنه. وقت و بی وقت با حرف و سکوت میزنی تو سرش. ماما خواهش میکنم منو اینجوری قضاوت نکنید. من ترانه رو دوستش دارم، حالم باهاش خوبه، میفهمی اینو؟ از هر پست و مقامی هم بیشتر بهش اهمیت میدم، پای همین مشکلاتش هم هستم. سهیل جان داری با کی لجبازی میکنی؟ با من؟ با خودت؟ ترانه آدم مناسبی برای زندگی تو نیست. خواهش میکنم گوش کن، اینو از سر لجبازی نمیگم. باور کن منم دلم با حال ترانه میسوزه، دلم میخواد از نظر انسانی بتونم هر جور شده بهش کمک کنم. تو هم اگه نگرانشی بهش کمک کن، نه که از سر دلسوزی بری باش ازدواج کنی. شانس آوردیم، نگه مدار بستی هم برو بقیهش هم گرفته بود، الان جفت اون بالای دار بودیم. آره عجیب شانس آوردیم. حرف میزنی یا نه؟ بدون بهت میگم گفت. بابا مهندس داره منو بیچاره میکنه، یکم فشار بیار حلش کن. چی فشار بیار؟ داره میمیره، خیلی کله خرتر از اونی که فکر میکردم. کی من چه خاکی به سرم بریزم؟ گوش کن، یه پلیس بد داریم یه پلیس خوب. من نقش پلیس بده رو بازی کردم، اما تو وقتی که پلیس خوبه باشی تو داری منو بدبخت میکنی. آرمان گوش کن ببین چی میگم، الان انتخاب بین بد و بدتره. باشه برو پایین اوزار مرتب کن تا من بیام، یا آبی چیزی هم به سر صورتش بزن. گفتم شب بفهمه پدرتو در میاره. بهش گفتم من شب قرار رو با هم بزن.
الان دیگه مطمئنم که یه ریگی تو کفش این آقای رستگار هست. مگه میشه با اون همه مدارک حتی اینا رو یه شب هم نگه نداشته بازداشتگاه؟ گوش کن ترانه، در مورد رستگار داری اشتباه فکر میکنی، یکم ملاحظه کن آخه. تو گوش کن، ملاحظه چی رو بکنم؟ مگه با یه فریم فیلم پیمان تو عروسی نمیگه اون قاتله؟ پس چجوری تو اون فیلم اون همه فرشته رو کتک میزنن یه همچین نتیجه گیری برای شهاب نمیکنه؟ آروم باش ترانه، من درکت میکنم، باور کن حال من بهتر از حال تو نیست، اما رستگاه که نمیتونه قانون دور بزنه. چرا؟ قانونم مال پولدار است. پیمانم اگه پدرش کارخونه داشت و مادرش سیمین بود، یه شادم مازداشتگاه نمیمون، چه برسه به اینکه بیفته گوشه زندان. کجای دختر؟ آخه الان وقت صحبت کردن با موبایله؟ الان میام خانوم. من از صبح تا شب اینجا دارم جون میکنم، دستم تو کثافته، تحقیر میشم، تمام زندگیمو گذاشتم که یه مدرکی پیدا بکنم برای پیمان، اون وقت این آقای بازپرس تو دست کابینه خودشیم اینجا که احیانا کسی نیاز به تنفس مصنوعی داره. خانم چای ریختم. چایی الان کسی میخوره بذار همینجا. برو این باغچه ها رو بده تا نگفتم هم نیاد. چشم. واقعا حالت خوش نیست، از اولم که یه چیزیت بود بدترم شدی. هی حرف مفت، هی جواب سر بالا. تو یه بار نمیتونی یه حرفی بزنی؟ ما رک و پوستنه بفهمیم چه ماجرایی این. چه موضوعی چه ماجرایی؟ مادر من چرا انقدر بی خودی گندش میکنی؟ گندش میکنی چیه؟ گنده هست؟ خیلی گنده تر از افاضات جنابالی. فکر میکنم ما پرتیم، سرمون نمیشه یاسمون اسمون پرت میبافه. اگه نمیشناختمت هم از دور معلوم بود توی وضعیت گیر کردی، دست و پا هم نمیتونی بزنی. وکیل نمیخوام. از اول اون تب عاشقیتم هزار بار گفتم یه اشکالی تو کارت هست، هزار بار. همه چیز زده نابود کرده. این چه وضعیه؟ اون وضع کارخونه، این وضع خونه، این نزد مادرت، این من، اون خانم جان که از ترسش بدبخت رفته زیر سرم. خب چرا به حرف گوش نمیدی؟ چرا وقتی مادرت میگه وکیل بگیر نمیگیری؟ بابا وکیل خبر میکردم بهونه دستشون بدم بگم ترسیده؟ کاری نکردم که بخوام وکیل بگیرم. بعدش هم مگه شما نمیفهمین این همش بازی اون بازپرسه است، بازی اون وکیل است. میخوان تلافی ماجرای شهرزاد و سرمون در بیارن. تلافی چیه؟ اصلا تلافی؟ تو اگه ریگه به کفشت نباشه محکم وای میستی میگه نه خیر اینطوری نیست، به این مدرک، به این منطق، به این سند، به این دلیل. به روی خودت نمیاری، خودتو زدی به اون را. یعنی اصلا هیچی از اون فضاحتی که رو کار آوردی و من هیچ فیلمی اون فیلم کفتی رو من ندیدم هیچی یادت نیست؟ زدی دختره رو لحت و پار کردی، ادای عاشقا رو در آوردی، اینو مدرک نیست. هنوز قیمت این معامله در نیومده. ما همه چی رو کم کم میفهمیم. اولا من نزدم، آرمان زده. بعدش هم اگه مدرکی علیه هم داشتن که به این راحتی ولم نمیکردن. اون پرونده بسته نشده، فرستادن دادگاه. بسته نشده، فرستادن دادگاه؟ به چه جرمی؟ به جرم زدن یه مرده؟ تاش هم باید دیه بدیم دیگه، اونم ربطی به من نداره که به آرمان مربوطه. بی خودی داری شلوغش میکنین، بی خیال بابا. تو هم بی خودی اعصاب خودتو خورد نکن پدر من، کسی با تو کاری نداره. الان فقط فرشته خدا بیامرزه که نمیدونه شما آدم خوبی شدی و توبه کردی. الانم خیالت راحت، کسی با آدم خوبی مثل تو کاری نداره. کجا؟ شما دخالت نکن. یعنی چی؟ اون فیلم من دیدم. تو اون فیلم دخترها شکنجه میکنن، میفهمی یعنی چی؟ بس بر سر اینه که اون یه چیزی از ایشون داره که ایشون مجبور شده باش ازدواج کنه. چهار توی ازت داره، چهار توی ازت داره.
میگم آرمان زده دیگه. صد دفعه نگفتم کفشو تخت من نیا؟ خیلی پلشتی آرمان. میزه گرد خانوادگیتون به کجا کشید؟ میزه گرد چیه بابا، دلت خوشه؟ خدا نکنه سر کار آدم بیفته به سیمین، دادگاه هم بدتره. این یارو پاسپورت برداشته فیلم رو نشونه بابا هم داده. به درک، اون حل شد رفت شهاب. فقط یه مسئله اینجا میمونه. چی شده باست؟ آرمان کجا سب کن؟ شکتو تو نرماته بزنم بلکه بند و آب داد بگه کار خودشه. آخه روانی مگه اینجوری بند و آب میده؟ حداقل بیاییم تقریبش کنیم ببینیم جا و مکانش کجاست. خب بلکه وایسادی بل کن منو. نزدیک نشو. اگه کار این باشه یه بلایی سرش بیارم که نکنه. حواست باشه گمش نکنه، نمیخواد اصلا رجز بخونی. هرچی میکشم از این تزای مسخره توه. آقا مسیرم عوض شد، میرم یه جای دیگه.